پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه‌ای وضعیت وخیم زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را محکوم کرده و خواستار به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت شد. این اقدام نخستین گام جدی یک نهاد بین المللی برای جرم‌انگاری این پدیده در سطح جهانی است. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. پارلمان اروپا روز گذشته با تصویب قطعنامه‌ای به شدت از وضعیت زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان انتقاد کرد و خواستار به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت شد. این قطعنامه با اشاره به تصویب قوانین محدود کننده طالبان به ویژه قانون امر به معروف و نهی از منکر تأکید دارد که این قوانین زنان را به طور عملی از زندگی اجتماعی و عمومی حذف کرده و آنان را از حقوق اساسی خود محروم کرده است. پارلمان اروپا در این قطعنامه نگرانی عمیق خود را نسبت به محرومیت زنان و دختران از حق آموزش، اشتغال و مشارکت در عرصه‌های عمومی ابراز کرده و به مواردی همچون ازدواج اجباری، خشونت جنسی، شلاق زنی و سنگسار اشاره کرده است. این نهاد خواستار ایجاد سازوکاری تحقیقاتی از سوی سازمان ملل برای بررسی اقدامات طالبان در نقض حقوق زنان شد. همچنین در این قطعنامه از اتحادیه اروپا خواسته شده است که از دادگاه کیفری بین المللی ICC درخواست کند تا آپارتاید جنسیتی را به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسد. پارلمان اروپا با انتقاد از کشورهایی که در حال عادی سازی روابط با طالبان هستند خواستار اعمال تحریم‌های جدید علیه این گروه شد. این اقدام پارلمان اروپا به عنوان یک گام جدی در حمایت از حقوق زنان افغانستان و مقابله با سیاست‌های زن ستیزانه طالبان مورد استقبال گسترده فعالان حقوق بشر قرار گرفته است.